برای صحبت بیشتر در این باره جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از تهران با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای مقدم، به چه دلیل بنابر گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز، خاورمیانه از خطرناکترین مناطق برای خبرنگاران ارزیابی شده است؟ سلام عرض میکنم. علیکم السلام. عزیزتون خدمت شما هستم. خاورمیانه خوب میدونید که ریشه های استبداد و سلطنت در خاورمیانه خیلی عمیقه و من فکر میکنم که در گروه دولت ها اگر بخوایم در نظر بگیریم، خاورمیانه آخرین گروه از دولت ها خواهد بود که در اینجا به شما عرض کنم سلطنت و قدرت و اقتدار به سمت فروپاشی میره. طبیعتاً خب این اتفاق اگر بخواد بیفته با توجه به ریشه دار بودن استبداد، اهم از سلطنت و امیرنشین و پادشاهی و حکومت‌هایی که حالا شکل جمهوری داره و در محتوا چیزی از استبداد کم ندارم، خب کار رو سخت میکنه و خدمت شما عرض کردم طبع استبداد، طبع اقتدار ایجاب میکنه که نسبت به فعالیت‌های رسانه‌ای که اتفاقاً در راستای دموکراسی است، در راستای شفافیت است، در راستای پاسخگویی حکومت هاست، این حکومت‌ها قطعاً نمیتونن با جامعه رسانه کنار بیان و تنش‌ها در این بخش از جهان در خاورمیانه به همین دلیل، به دلیلی که عرض کردم ذات حکومت‌های استبدادی نمیپذیره چنین چیزی رو، کار سختی است و همچنان ادامه داره. و البته این عملکردی که ما میبینیم در سالهای اخیر به سمت دموکراتیک کردن آرا میشه و مردم دارن میپذیرن که نسبت به حکومت‌هاشون با توجه به این توسعه رسانه‌ها که در همه عرصه‌ها ما شاهد هستیم، رسانه‌های مکتوب، صوتی، تصویری و فضای مجازی، طولی نخواهد کشید که این اقتدار، این تمامیت خواهی و این استبداد جای خودش رو به دموکراسی خواهد داد انشاءالله. بله. آیا صرفا جنگ و درگیری باعث وضعیت بحرانی برای خبرنگاران در کشورهای مورد اشاره در این گزارش شده، یا مسائلی چون تمامیت خواهی حکومت ها هم در این وضعیت تأثیر داشته؟ ببینید در خصوص جنگ، خب شما ببینید طبق گزارش هایی که سازمان های جهانی دیدن، اتفاقا رژیم اشغالگر صهیونیست در رده بالایی قرار دارد جهت رعایت چارچوب‌های دموکراسی، ولی همین کشور با همین ساختار، با همین تعریفی که داره ازش میشه، ببینید چه بلایی سر خبرنگارها آورده به دلیل مستندسازی، به دلیل انعکاس واقعیت‌ها و فجایع انسانی که در اونجا داره رخ میده. حالا شما این رو قیاس کنید با سایر کشورهای خاورمیانه که عرض کردم ساختار سلطنتی، ساختار شیخ‌نشینی، ساختار امارت اسلامی و به مراتب از این جایگاه پایین‌تری دارد. و اینکه اما آیا جنگ باعث این برخوردها میشه، اتفاقا تمامیت خواهی ریشه همه این چیز هاست. یعنی این مناقشات و جنگ ها ریشه تمامیت خواهی داره و ما باید جنگ طلبی رو ذیل همین تمامیت خواهی حکومت ها تعریف کنیم. اگر این تمامیت خواهی نباشه، اگر این طمع به سمت کشورهای همسایه، به سمت گشایش مرزها، به سمت این چیزها نباشه، جنگی هم نخواهد بود و خدمت شما عرض کنم منطقه آرامش بیشتری رو به خودش خواهد دید. بله، بسیار متشکرم از شما جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از تهران.